سری مثل تنها در ایران این کرونا خیلی خاصیت داشت به نظر من، با کمال تأسف البته سری از هموطنانمون از دست دادیم به خاطر مبتلا شدن به این بیماری، اما در کنار اون یه سری آخوند جنایتکار و یه سری جنایتکار جمهوری اسلامی هم کشته شدن به وسیله این ویروس، و از همه مهمتر مذهب اون ابهتشو دیگه از دست داد. یعنی وقتی خونه خدا رو، کعبه رو، خون الله رو دارن درشو میبندن و میگن نیایید اینجا، حالا همین خدایی که شفا میده، همین خدایی که قادر مطلق همه کاری میتونه بکنه، ولی پس این ویروسه برنمیاد. بعد طرفداران همین خدا میان میگن که نه، خدا به ما خرد داده که خودمون از پسش بر بیایم. خب اگه خدا به شما خرد داده، پس برای چی براتون پیغمبر فرستاده که بهتون بگه پاتون اینور بذارین یا پاتون اونور بذارین؟ اتفاقا این خدای کعبه اصلا به خرد شما عقیده نداره و هیچ جایی از شما نخواسته که فکر کنید. این خدایی که عبه وحی فرستاده، نازل کرده وحی به شما و میگه که باید این کارو بکنید، اون کارو نکنید. سر چه چیزایی؟ چند تا زن بگی به کی بیرون برو، چه جوری بتونی خلاف بکنی؟ یعنی مثلا همه دنیا میدونن که بابا جان شما دروغ نباید بگی دیگه، این که لازم نیستش که شما بر کسی آیه بیاری بهش بگی دروغ نگو. همه خودشون میدونن، در وجدانشون، در ضمیر ناخودآگاهشون نوشته شده این. ولی این خدای کعبه میاد به شما یه تبصره میزنه برای این دروغ گفتن، میگه شما در این شرایط میتونید دروغ بگید. در این شرایط دروغ چیه؟ میتونید تجاوز کنی به یه کس دیگه، میتونی به زن یه آدم دیگه بری تجاوز کنی، به خاطر اینکه شرایطشو میگه، میگه اگه این کافر باشه میتونی این کارو بکنی، اگه این کافر باشه میتونی بری دزدی بکنی. این وحی هایی که اون خدای کعبه فرستاده، ولی از پس یه ویروس بر نمیاد و این ناتوانی این خدا رو ثابت کرد به تمام پیروانش. و در کنار اونم اماکن مذهبی و متبرکه رو خود آخوندها دستور بسته شدنشو دادن. چرا؟ به خاطر اینکه میترسیدن خودشون مبتلا بشن به این بیماری، و چون خودشون هم سنشون بالاست و هدف این ویروس افراد مسن هست و اینا هم همشون مسنن، بنابراین از ترس جون خودشون اومدن این کارو کردن. و خلاصه طرفداران خدای کعبه خیلی متعصب بالا برده میشن و به این تعصبشون هم افتخار میکنن. یعنی اون مبلغین این مذهب میان این تعصب رو نهادینه میکنن در آدما، و تعصب یه چیزیه که شما رو کورتون میکنه، نه شما، هر کسی رو. تعصب به هر چیزی داشته باشین شما رو در اون زمینه کور میکنه، مثل یه پرده میمونه، میفته جلوتون، دیگه نمیتونین ببینین، نمیتونین حتی یاد بگیرین، توان یادگیری رو هم از شما میگیره، نمیذاریش علم دیگه ای وارد این مغز شما بشه، چون یه چیز مقدس ساخته و نمیتونه، اینو هیچ جوری اجازه نمیده این به هم بخوره. برای همین اگر تعصب دارید، اگه یه چیزی رو میشنوین و یه دفعه خونتون به جوش میاد، بدونید تعصب دارید، تعصب نداشته باشید و سعی کنین فکر کنین و با منطق پاسخ بدین به هر چیزی و با منطقتون بسنجین هر مسئله ای رو. و خب مذهبیون هم همشون متعصبن، در نتیجه این تعصب باعث میشه که بی سواد بشن. یعنی یک مشت آدم، برای همینم هم هستش که وقتی که گیر میکنن شروع میکنن به فحش دادن، فحشای بد و بیراه، فوشای ناموسی هم میدن به خواهر و مادر و زن و همه اینا رو میکشن وسط، به خاطر اینکه سنت اسلام اینه. یعنی خود اسلام هم با یک کافر چیکار میکنه؟ میره به اول به زنهاشون میخواد تجاوز بکنه، برای همین هم تو فوشاشون هم همینو میگن. ولی دلیل اینکه اصلا کسی میاد اینجوری فوش میده، این فوشای رکیکو میده، به خاطر بی سوادی و بی منطقیشه، به خاطر نادانیشه. چرا نادانه؟ به خاطر تعصبشه. اینم مال قسمت دین و اینکه کرونا باعث شد که امروز من این حرفا رو به شما بزنم، و این کرونا از این نظرها خیلی برکت داشته، خوب بوده به هر حال، که یعنی ما بتونیم این داستان مذهب رو بیشتر راجع بهش حرف بزنیم و ناتوانی مذهب رو بیشتر ثابت کنیم.